سلام خدمت دوستان عزیز، بریم سراغ ادامه پروژه‌مون که رسید به اینجا و گفتیم که میخوام این قسمت دانلود رو این جلسه درست بکنیم. خب برای دانلود قبلا راجع به دانلود صحبت کردیم، نیاز داریم دو تا چیز رو ایمپورت بکنیم حتما، یکی بیس 64 و یکی هم تایمه. بعد یه فانکشن باید بنویسیم برای دانلود. فانکشنشو قبلا هم نمونهش رو نوشتیم، میتونیم حتی همون چیزش که قبلا نوشتیم تو پروژه قبلی رو کپی پیست بکنیم و یه بار از اول بنویسیمش. ولی مثلا make downloadable یه دیتا رو میگیره به عنوان ورودی. اولین کاری که میکنه این دیتا رو تبدیل میکنه به فایل CSV، یک دیتا فریم به عنوان ورودی دست دریافت میکنه. ایندکسش هم فالس میکنم که ایندکسی اضافه نکنه. خب بعد میگم B64 مساویه base64.b64 encode csv file dot encode، بعد یه دیکود هم آخرش اضافه میکنید. خب new file name، اصلا اسمشو میذارم NLP result _.csv. اینجا هم چی رو میزنم تو اون براکت ها؟ تایم استمپ رو میزنم، تایم str. خب من تایم استر یادم رفته درست کنم که الان درستش بکنم. خب دات markdown 3 تو دانلود CSV فایل. خب یه HRF مساویه F dot HRF مساویه دیتا مساویه دیتا دو نقطه فایل CSV B64 خب فایل و مثلا اینجا هم یه دونه مثلا کلیک هیر اضافه میکنم و تگ ایو میبندم. خب sd dot markdown href این رو میذارم true. خب فقط میمونه اینو من تعریف کنم. خب اینم بذارید من این بالا تعریف کنم بهتره. تایم str مساویس با تایم دات str اف تایم. خب درصد دقیقا فرمت زمانی که قراره توی فایل ثبت بشه شما اینجا مشخص میکنید. دی بعد ساعت هم بذارید باشه H درصد M درصد S. خب اوکی این هم از این. بریم یه چک بکنیم ببینیم که دانلودمون انجام میشه یا نه. من این آنالیز دوباره میزنم
خب انتظار دارم که این فایل، اگه اشتباه نکنم این فایل در حقیقت داخل فایل CSV مون باشه. من اینو باز میکنم. خب یه جای کار میلنگه، زبین من یه رفرش بکنم اینو. خب فایل کپی کنم بیارم اینجا. دانلودش نه. خب راستی من این فانکشنال اصلا استفاده نکردم، همیشه یادم میره. بیام اینجا توی دانلود یه دیتا فریم باید بهش پاس بدیم که میشه دیتا فریممون این. کوش دیتا فریممون بیام بالاتر. ناشش دیتا فریمونی ناشش. اینو به عنوان ورودی بهش میدم. خب بریم با هم ببینیم. یه ریران میکنم. آنالیز دانلود. بله دانلود اومد ولی اینجا شیرات داره. خب بذار ببینیم این رو کجاش اشتباه نوشتم. خب بذار ببینم. href if dot tag a href مساویه دیتا دو نقطه فالس csv درسته. خب new file name همه چی درسته. یه چیزی اشتباهه که یه لحظه زویده دارم. خب مشکل بچه اینجاست، این اضافه بوده، الان درست میشه. بله درست شد. اینم دانلود رو میزنیم و فایل CSV دانلود میشه. خیلی خب اینم از دانلود یه وقتی پیش میاد از این سوتیه عجیب غریب، چیز طبیعیه و اشکالی هم نداره. خب بریم سراغ موضوع بعدی که میخوایم راجع به صحبت کنیم. و خب نکته دیگه بخوایم بگیم چیزی نمیمونه بچه، پروژه تمومه به نظرم. بریم بیایم جلسه بعدی بحث رو ادامه بدیم. فعلا خدافظ.